بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، وقت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. شبی دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های سرزمین عشق با موضوع سقیفه کودتای پنج منظوره در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو، اجازه بفرمایید دعا بکنم که انشالله خدا قسمت همه شما بینندگان عزیز بکنه. انشالله تشریف بتونید بیارید کربلا و حرم مقدس و پرنور امام حسین علیه السلام و برادر با وفای ایشون حضرت ابوالفضل علیه السلام رو زیارت بفرمایید. حقیقتا هر بار که خودم چشمم به گنبد و بارگاه این دو بزرگوار میفته دلم تنگ میشه برای این دو نور بزرگوار و دعا میکنم برای شما بینندگان عزیزی که میدونم دلتون پر میکشه تا بیه زیارت این دو بزرگوار بیاد. دعا میکنم که انشالله شما هم خدا قسمت بکنه هر چه سریعتر به زیارت این دو بزرگوار نائل بشید. همطور که خدمتون عرض کردم، این برنامه هم مثل برنامه شبهای پیش با موضوع سرزمین عشق حول موضوع سقیفه کودتای پنج منظوره دور میزنه و کارشناس محترم این برنامه هم طبق شبهای گذشته آیت الله سید حسین موسوی زنجانی هستن. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند. خدا حفظتون بکنه. حاجا قبول دارید فضایی که هستیم حقیقتا یک معنویت خاصی میده، هم به بحث هم به بالاخره، یعنی فضای آدم احساس میکنه معنویت رو، این حس رو 100%. بله، فضای کربلا و نظیر کربلا، نجف، بله، خراسان، مکه، بله، مراکزی که در رأس همه اینها بیت الله الحرام که اون جایی که مربوط به خدا هست، جانها فدا شده برای خدا، بله، در دیوارش با انسان حرف میزنه. حقیقتا یه سری داره، آرامشی که در کربلا هست. مثلا خود مردم را که شما میبینید یک بار ما چهره ندیدیم افسرده باشه، خشن باشه. یک آرامش عجیبی است که ما نظیرش رو جای دیگه ندیدیم یا کم دیدیم. مگر دیدیم همون مراکز آسمانی است. دقیقاً همطور. احسنت. خیلی خود مدینه منوره کنار خدا قسمت بکنه انشالله با هم خدا عالمی است دیگه. که خدا قسمت بکنه با هم انشالله یه زیارت بریم، هم یه حجی. توکل بر خدا. خب آجا دیگه از همین ابتدا ما شروع بکنیم وارد بحث شدم. قبل از اینکه وارد بحث بشید اجازه بفرمایید من سوال عمومی رو بپرسم از شما. امشب تصمیم داریم راجع به کدوم قسمت از قسمت‌های این کودتای پنج منظوره صحبت کنیم بیشتر؟ البته بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر این است که متون اهل سنت و وهابیت گاهی فوق تواتر مطلبی نقل میکنن، دلالت صریح داره. آقایون اونا که پیروی کردن از جریان سقیفه، بله، علناً با دستور رسول خدا مخالفت کرده، دشمنی کرده. درست. البته اجازه بده من یه تذکری عرض کنم. بحث مذهبی، اون هم مذهب شیعه، بله، در فضای با سابقه 1400 سال طبیعی است که با توجه به وضعیت منطقه خاورمیانه، این جریان داعش و اینها، بله، طبیعی است ما قبول داریم، حساسیتی داره، بله، باید بالاخره چند تا طلبه‌ای که بلده الفبای از تاریخ، بله، متعهد باشن تا دفاع کنن نه تهاجم. درست. این دفاعه. ما نشسته بودیم، ما یعنی نو، یک دفعه خبر آمد تمام آثار اهل بیت در بقیع توسط وهابیون از بین رفته. چند سال پیش؟ بله، ده ها سال پیش. درست. اقدام از طرف اونها بوده. خدا خیرتون بده. بله. علمای شیعه، میر حامد حسین، علامه امینی، سید شرف الدین و ده ها عالم دیگر زحمت کشیدن آقا ما مستحق کتک نیستیم. خدا خیرتون بده. بله، بله، حق داره بعض اشخاص
که احساس مسئولیت میکنن بترسن، اضطراب داشته باشن، نباشه ترکش های این قضیه منطقه را چی؟ بله. آتش منطقه را شعله برتر کنه. بله. اما عرض میکنم از اولین روزی که فکر کنم نزدیک 7 ساله که ما با این شبکه های مذهبی همکاری میکنیم، بله، یک بار یادم نمیاد تعبیری حاکی از لعن، فحش، اهانت داشته باشم. بله. باز کوشش میکنم، چون تذکراتی از فضای مجازی استفاده میشه، بعضی از معارف نگران قضیه میخونیم دیگه. بنده عرض میکنم باز تلاش میکنم از این هم ملایمتر حرکت کنم. حقیقتا همونطور که خودتون فرمودید جو یک مقدار جو حالا میشه گفت ملتهبی هست. بله. واقعا این نمیتونه آدم شش بله نمیتونه منکر بشه، نمیتونه اغماز بکنه. بله. و طبق همون مطلبی که خود جناب عالی فرمودید، ما شروع کننده نبودیم و شروع کننده نخواهیم بود. فقط تهاجم هم نداریم اصلا و ابدا، فقط در حد دفاع. بله. چرا که وقتی که یک دفعه شروع کردن که اصلا شیعیان رو تکفیر کردن، یک دفعه شروع کردن شیعیان رو اذیت و آزار دادن، حالا کشتن ها اینا به کنار، شروع کردن کارگر، بالاخره شیعه حداقل باید این اجازه رو داشته باشه که با منطق، با کلام علمی بیاد از اعتقادات خودش دفاع بکنه و مطلب رو به صورت کاملا احترام آمیز، به صورت کاملا محترمانه بگه آقا مطلب به این صورت هست، ما اینجا اینطوری دیدیم و اینجا این رو اینطوری انتخاب کردیم. شما رو ما کار نداریم، میخواید بیاید شیعه بشید، نمیخواید بیاید شیعه بشید، دست خودتونه، ما تفکر ما این اسلام ما هست، پس ما رو لطفاً برچسب تکفیر به ما علاوه از این اشاره فرمودید که ما احساس میکنیم این محصول تعهده. بله. نبی تعهدی. بلی، عوارض را که میپذیریم ممکنه، خب ممکنه، این که میدونیم میلیون ها شیعه میخواد مذهب خودش را چی؟ بشناسه. باید. بله. این کار را بکنیم. بالحق دارن. اما عوارضش رو منکر نیستیم، ممکن ترکش های باعث بشه تشدید بشه جایی مثلا، اما به حداقل ما رسوندیم. بله. عبارت ها را کاملا ملایم کردیم با نهایت احترام به علمای محترم اهل سنت. اگر آدم بخواد تماما عوارض رو بخواد. بله. کنار بگذاره، باید هیچ بشینه هیچ تکونی هم نخوره که اصولا منطقی. اجازه بدید این عرض کنم که چند روز پیش عبارت توی یوتیوب اینا هست. بله. آقای وهابی در شبکه روز روشن. بله. این جمله را من مجبورم نقل بکنم. بله. جسارتش اینه، علی ابن ابی طالب، نمیتونم بگم جمله گفت که علامت ترسو بودن. بله. حالا دیگه چیکار بله کنم. بله، ایشون چون بزدلی بوده، رسول خدا گفت اینجا بخواب. بله. من با ابوبکر شجاع فرار کنم. لیلة المبیت رو میفرمایید. بله. این جمله را ببینید، نونهالان، نوجوانان، جوانان اصلا شناختی از شیعه و وهابیت ندارن، اینها در خطرن. بله، بشنوید. ما باید حریم اعتقادات، ببین سربازیم روی برجک، اینجا برجک دفاع از چیه؟ تشیع هست. تشیع هست. بله. از این نظر ما دفاع میکنیم، ما فکر میکنیم. بله. که از ما دوستان و بزرگان راضی باشن، نه اینکه عصبانی بشن. عرض میکنیم که ما این قضایا را به خاطر تعهدی که لباسی که داریم، تعهدی که داریم، از حریم تشیع دفاع میکنیم و دفاع هم خواهیم کرد انشاءالله. اما عوارضش رو وعده میدیم و حداقل چی برسانیم. خب انشاءالله. یک، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ ابن عساکر ببینید. خب فقط نفهمودید که ما این بحثمون بیشتر کدوم شخص. بله، شخص رسول خدا. شخص رسول. بله، شخص رسول. الان امشب بحث ما راجع به این است که 40 منبع، یعنی 40 مطلب آوردم. بله. بعضی از اینها 10 سند داره. یعنی اگر همه را بیم 400 منبع باید بیاره، اما ظرفیت 70 دقیقه بیش از این نیست. بله، درست. ببینید، من اسناد بخوانم ابتدا. بفرمایید. خبر 10213 تاریخ ابن عساکر، 10214 تا 10217. بله. دقت کنید. بعد خبر 10209، 10210، 211، 10206، 10207، 10208، 10209.
اینها روایت یک کتابه. بله. رسول خدا فرموده ما لهم ول امار، چرا یقه امار را گرفته اند؟ یدعوهم الى الجنه و یدعونهم الى النار. امار یاسر امت را، اون طرف را، مخالفین علی بن ابی طالب را دعوت میکنه به بهشت. اونها دشمنان امار دعوت میکنن امت و امار را به جهنم. قاتله و صالبه فی النار، آن کسی که او را کشته، یعنی میکشه. بله. اون زمان که نکشته بود. بله. و لباسش را در میاره، ابزار جنگیش را، فی النار، یعنی کسی که میدوزه از اون وسایلش. بله. سلب یعنی اون ابزار جنگی که همراهش هست. خب نمیدونم چقدر شد این همه روایات، نمیدونم چقدر شد، 7 تا 8 تا 9 تا، اینها مال یک کتابه. ده تا شد. بله. اینها روایات، البته گفتیم 10214 تا 10217. بله بله. پس بیشتر، درسته، 14 15 16 4 تا میشونجا. بله. خب درست. این همه روایات خود اهل سنت نقل فرموده ان. رسول خدا فرموده هر کس طرف اماره میکشه، یعنی خواهد کشت، ابزار جنگیش را مصادره خواهد کرد، اینها دعوت کننده به نارن، اهل نار و آتشن، امار به سوی بهش دعوت میکنه. درست. درست شد؟ بله. کل علمای وهابی میدانن این قضیه اتفاق افتاد. درست. یک. بله. میدانن معاویه بود و لشکریانش. بله. اما هیچ وقت ایشون اهل نار نشد. بله. سوال هست یا نیست؟ حقیقتا سوال. خب. دو، تاریخ ابن عساکر جلد 51 صفحه 151، مسند بزار جلد 6 صفحه 211، خبر 2252، تفسیر طبری ذیل آیه، ذیل هم آیه کی میخونیم، درالمنصور جلد 6 صفحه 260، تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 264، کنز العمال جلد 13 صفحه 136، یعنی خبر 36426. بله. حالا چند تا شد ببین؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا. هفت تا روایت علمای محترم اهل سنت مرقوم فرمودن. بله. منتشر فرمودن، بالای منبر میفرمایند رسول خدا فرموده در سوره الحاقه، اذن واعیه، اون گوش حافظه، مغزی که کل اسلام را حافظه، علی ابن ابی طالب است. درست شد؟ بله. دیشب چه خوندیم؟ از آقای ابن عباس 240 روایت در تفسیر سوره اعراف آوردن، از علی یک، از کعب الاحبار چقدر بود؟ 28 بود، 48 بود. بله. از علی یک. بله. از عایشه 30 و چند بود، چقدر بود؟ از علی یک. از تورات 93 بود، از علی یک. یک. بله. از تورات تازه اگر جمع میکرد تورات و الواح رو از 130 تا هم بالاتر میزد. این یک. خب این دو تا شد دیگه. این دو تا شد، دو تا. بله. سه، جلد 57 ابن عساکر صفحه 87. دعا اینه، ما میخوانیم، ما شیعه ها، روز عید فطر. خب. اللهم اینی اسألک بما سألک به عبادک الصالحون. بله. و من مستعاذ منه عبادک الصالحون. اونجا اولش چیه؟ اولش میگه محمد و آلم، اللهم اینی اسألک بما سألک منه عبادک الصالحون. یکی هم این که چی؟ سعلک محمد، دنبالش هست که محمد و آل محمد. ببینید این عبارت درست یادم نیست، مفهومش اینه خدایا، ای اللهم اینی اسألک مما، این اللهم اینی اسألک بما سعلک به عبادک صالحون. اونجا عبارت این است که خدایا ما از تو آن چیزی را می‌خواهیم که محمد و آل محمد خواست. درست. و از چیزی پناه می‌بریم
به خدا، فرار میکنیم محمد و آل محمد پناه بردن. خب درست شد. بله. اینو چه کسی نقل کرده؟ عایشه. درست؟ اما کل وهابیون روز عید فطر چی میخوانن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. چرا؟ لاغل به حرف عایشه عمل بکنید. ها؟ چرا لاغل به حرف عایشه عمل بکنید؟ همین میخوام بگم، عایشه گفته رسول خدا این رو میخونده. بله. بحث شیعه که نیست، بحث اونهاست. اللهم اهل الكبریاء والعظمه، درسته؟ بله. از اونجا شروع میشه، میرسه به این جبروت و بله و رحمه و رحمه و اهل جبروت و رحمه، بقیه یادمون نیست. حالا عبارت اینه، آنچه که سأل به محمد و آل محمد، این را چرا شما نمیخوانید؟ خب چهار، ابن اساکر. بله. جلد 57 صفحه 175 جلد 62 صفحه 8 قال رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، این علم امامت را از هر نسلی عادلهایش باید حمل بکنن. دقت کنید. بله. در که نیم صفحه همین عبارته، ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، بعد میبینیم عبارت این بوده، من اهل بیتی، این رو رشفت و سادی آورده، بقیه دزدیدن، جواهر العقدین آورده، بقیه دزدیدن، از سواق المهرقه آورده، بقیه دزدیدن. چرا؟ من. رسول خدا فرموده این علم امامت را، خلافت را، نسل در هر نسلی عادلهاشون حمل میکنن. درست. تا اینکه در مقابل منحرفین بیستن. بله. اونجا عبارت اینه، من اهل بیتی. خب چرا این اهل بیت رو دزدیدید؟ حالا اونجا که دزدیده شده ببین چقدره. کنز المال خبر 28918 زاد المسیر ابن جوزی چاپ دارالفکر بیروت صفحه 305 الکامل فی الضعفای ابن عدی جلد 1 صفحه 152 و 153 و جلد 3 صفحه 904 تفسیر قرطبی جلد 1 صفحه 36 و جلد 7 صفحه 311 زیاد البدایت و النهایه از ضعفا عقیل موضوعات ابن جوزی لسان المیزان و شرف اصحاب الحدیث الی ماشاءالله. همه اینها اهل بیت را برداشتن. چرا؟ مخالفت با رسول خدا نیست؟ چرا؟ خب هم اون قسمت مخالفت با رسول خدا رو در بر میگیره و هم قسمت مبارزه با حقانیت و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام رو، یعنی هر دو مقوله رو اگر اشتباه نکنم همزمان این بله؟ کودتا بله؟ در بر. خب پنج، بنده حدود 20 سال پیش، فکر کنم 22 سال پیش، این روایتی را که میخوانم جمع کردم، 200 خورده طریق نقل شده، یعنی تقریبا اکثر علمای اصلی اهل سنت و شیعه، یعنی شبه متواتر میشه دیگه، بالا نه فوق تواتر. فوق تواتر. لا تزال عصابت من امتی یقاتلون علی الحق، تا اینجا آورده، این عبارت باز هست، الی یوم القیامه، یک دسته خاصی از امت من هستن وظیفه‌شون حفظ حق و دفاع از حق، دسته هستن از امت من فقط و فقط دفاع میکنن، کشته میشون در راه دفاع از اسلام، میکشن، کشته میشن تا دین ثابت و بمانه. بله. این امر معروف از من. بعد اینا ابن اساکر در جلد پیامبر نقش شده. بله بله، هم از پیامبره، جلد 58 صفحه 19 صلوات الله و سلام. حالا این روایات رفته پیش معاویه، برگشته شده علی ابواب دمشق و ما حولها،
و علا ابواب بیت المقدس و ما حولها. چی میشه اون وقت معناش؟ عجب. یک دسته خاصی از امت من موظفن از اسلام چی؟ دفاع کنن. این کوچک شد رسید به چی؟ شام و اربغل هم بودن، یهود و بنی امیه. یعنی اینجا دفاع کننده ها پیرامون آقای معاویه و یهود. خب این کودتا بر علیه پیغمبر نیست؟ بله. عبارت بعدی دقت کنید که چه فاجعه ای. بله ششومی میشه. بله ششومی. ببینید عبارت اینه، یا الله قدم علی ها، مقدمه رو نگفتم. رسول خدا فرموده بود من و اهل بیتم. بله. انا مدینه العلم و علی بابا. خب از علی گفتیم در تعریف، در تفسیر سوره اعراف یک حدیث، یک بله یک حدیث از ابن عباس، 240 حدیث. بله. حالا آقای ابن عباس اون غلام لامذهبش چه بود اسمش؟ اکرمه. اکرمه قدم اکرمه علینا و اجتمع الناس علی حتی اسعد فوق زهر البیت. ترجمه قبلا خوندیم، یک شب دو شب پیش بود، آقای علی ابن ابن عباس، علی ابن عبدالله ابن عباس. بله. پسر ابن عباس اکرمه را بعد از فوت پدرش چارمیخ کرد، یعنی بس به در مزبله شهر. بله. یه منطقه بود آشغال میریختن، آشغالستان. بله. مردم آمدن چرا چارمیخ زدی ایشونو؟ گفت که نشسته بر زبان پدرم حدیث میگه. دروغ. حدیث یعنی دروغ میبنده. بله. حدیث دروغ میبنده. بعد این آدم خوندیم به کجا رسید؟ 9 مرکز. بله. اسلامی از ایشون اخذ حدیث کردن، شیخ الحدیث شناختن. بله. این آدم به جایی رسید، رفت به شهری که رفت، ازدحام آنقدر شدید بود، آخر ایشون رو بردن پشت بام برای مردم سخنرانی کردن. ایشون رفت بالا برای مردم چی؟ اسلام یاد بده. سخنرانی. کسی که دیروز به درب مزبله خب پیغمبر چه فرموده بود؟ اگر علمی جز از خاندان من منشأ دیگری پیدا بکنه برخلاف خط مشی منه. بله. جلد 43 صفحه 218. این هم خدمت این آقایان به رسول خدا. برسیم به این نکته. قال رسول الله، جلد 49 صفحه 29 یا 209 مردد شدم. خب قال رسول الله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما. بله. حلال نیست به انسانی که به خدا ایمان آورده، به روز قیامت ایمان آورده، کاری کنه در مکه از دماغ کسی خون بیاد. مأمن حرمن مأمنه، هیچ کس در کعبه، کنار کعبه حق جهاد، جنگ، آدم کشی نداره. چه فرمودید؟ جایز نیست خون کسی که به خدا ایمان آورده ریخته بشه، یا جایز است کسی که به خدا ایمان آورده خون کسی رو بریزه؟ که معتقد به خدا و روز قیامت هست نباید راضی بشه به اینکه خون کسی را بریزد. درست. عامل چی؟ خون ریزی بشه. مؤمن نباید در مکه خون ریزی بکنه. درست شد؟ همه میدانیم عبدالله ابن زبیر این کار را کرد و کعبه را چی باعث شد؟ آتش کشید. بله. از اون روز تا حالا یکی از شخصیت های حامل سنت پیغمبره. خب مکه را سوزنده. بله. به آتش کشیده. امام حسین گفت من میرم، فرار میکنم از مکه تا اونجا خونریزی نشه. حالا که امام حسین پسر فرزند مکه. بله. کسی که در خانه خدا به دنیا آمد. درسته. خب سوال، روایات ایشون قابل عمل هست یا نیست؟ آیه عبدالله بن زبیر، یه آدمی که مکه را با آتش کشیده. آه. پیغمبرم قبلا گفته بوده، اسمش هم گفته بوده چی بود؟ اسم کسی که مکه را با اسم میشه با آتش میکشن اسمش چی بود؟ یادتون هست خوندیم؟ عبدالله. بله بله. این عبدالله با عبدالله ابن چیز امرؤاس با هم دعوا کردن. بله. درست.
عبدالله ابن عمرو عاص به عبدالله ابن زبیر میگفت اون عبدالله ملعون موعودی که رسول خدا فرموده روزی مکه را به آتش میکشه تو هستی. اون میگفت تو هستی. این روشن شد، قبلا خوندیم. عثمان میترسید بره مکه، میگفت نکن خدای نکرده اون عبدالله من باشم. بله احسن. بله مروان گفت فرار کن، شما را برسونیم به مکه، اونجا امنه، شما را نمیکنه. گفت من میترسم همون کسی باشم. پیغمبر گفت نصف عذاب مردم کره زمین برگردن او که خانه خدا را خب ویران. سوال این است که به عدالت این آدم اشکال وارد شد؟ حتی یک سر سوزن اشکال وارد نشد. خب قاتل های اهل بیت از عدالت نمیفتن، خانه خدا را خراب کردن از عدالت نمیفتن. چی اتفاق افتاده؟ این چیه؟ خودتون یه سری فقط جلسه دیشب بود یا پریشب بود فرمودید فقط یک در یک صورت از عدالت میفتن، که یکی بود به عثمان فکر میکنم، حالا یا بدبیرا گفته بود یا بله. عثمان مخالفت انتقاد کرده بود به عثمان، اون از عدالت افتاد. آره گفت که یادم رفت کی بود خوندیم، گفت که نه ازشون دیگه ازشون نقل حدیث نکن. چرا انتقاد کرده؟ انتقاد به عثمان کرده از عدالت افتاد. بله. امام حسین علیه السلام رو شهید کرده از عدالت. اما علی را که کشتن در حق قاتل شعر گفتن، مات کردن. پناهبر. ابن ملجم پناهبر. ببینید خب روایت بعدی دقت کنید. بفهمید. اونو گفت و مادرشو با تردید البته، یا 209 یا 209. خب 49 صفحه، یعنی جلد 49 تاریخ ابن عساکر صفحه 44، امام حسن به عمرو عاص فرمود اما انت فقط اختلف فیه، یعنی فیکه رجلان، رجل من قریش و جزار و اهل المدینه، در سر تو جناب دعوا بود، یک نفر از قریش بود یک نفر از جزار مدینه، تدعیا، یکی میگفت این فرزند منه یکی میگفت فرزند منه، فلا ادر ایهما ابوک. خب حرف سنگینه. عالم اهل سنتی مثل ابن عساکر میگه امام حسن بهشون گفت که تو دیگه بیش از این آبروی دین و مذهب رو نبر، تو که پدرت مشخص نیست، دو نفر سر تو بین یکی اهل مکه بود یکی مدینه، سر تو دعوا بود. دقت کنید، برگشت به معاویه گفت مگر رسول خدا نفرموده لعن الله قائد الاحزاب و سائقهم و کان احدهما ابو سفیان و الاخر ابو اسود فلان، تو هم وسط اینها بودی. خب خود اینها را اهل سنت محترم نقل میکنن. بله. یک حاشیه هم نمیزنن و از این باز همه اینها از در عدالت خودشون چی؟ ثابت میمونن. اجازه بدید این عبارت چیه؟ عمرو ابن عاص، بله، قال رسول الله اللهم ان عمرو ابن عاص حجانی و هو یعلم انی لست بشاعر فهجه و لعنه عدد ما حجانی او مکان ما حجانی. جلد 49 صفحه 84. بنابر خدا ترجمان بفهم که بینندگان هزن. رسول خدا فرموده بنا به نقل ابن عساکر بار خدایا، یعنی نسبت به خدا عرض کرد. بله. بار خود، چون مقام خدا بالاتره، بار خدایا عمرو عاص به من اهانت کرده، فحش داده، او میداند من شاعر نیستم، خدایا جوابش را تو بده و لعنش کن به عددی که به من فحش داده، لعن داده، چیز اهانت کرده. این کیه؟ این پیامبره که داره عمرو عاص. نه این، بله این عمرو عاص الان چیه توی کتاب های آقایان وهابی رضی الله عنه؟ قال عمرو عاص رضی الله عنه. پس این حرف پیامبر کجا میشه که تازه خود ابن عساکر نقل کرده؟ بابا پیغمبر شما یک نفر را لعن کرده میشه چی؟ ملعون علی لسان چی؟ نبیه. خب کتاب خودت هم حجت نیست و چی حجت آخر؟ اما مطمئنن آخرش برمیگره میگن آقا این حدیث این روایت ضعیفه. بله حالا نهادش همین حرف رو نه میگن. الان میگم بله خدا شما را هدایت میکنه من حقیقت. ببین دخل رسول الله علی عمرو ابن عاص فقال نعم اهل البيت ابو عبد الله و ام عبد الله و عبد الله، چه اهل بیت
پاکدامنی هستن، هم بابات خوبه، هم مادرت خوبه، هم خودت خوبی. این هم اضافه کردم به اون کتاب. بعد اون وقت قال رسول الله اللهم صل علی امر آس. عجب، این دقیقا زیر همون؟ این بار، اونم از ده طریق. الله بخوا، این حدیث کجا، این کجا، این چی، این دوتا؟ از ده طریق میگه رسول خدایی که خودش نقل کرده به امر آس لعن فرستاده، سپس نقل میکنه که رسول خدا گفته اللهم صل علی امر آس. اصلا این ترکیبش هم ترکیب منحوسیه، معلومه که درست نیست. خب این چندمی بود؟ این نهمی بود اگر اشتباه نکنم. هشتمی بود. خب چون من امام حسن به امر آس فرمودم، حالا هشتم چیز حالا من هشتا نوشتم. ببینید اذا رأیتم معاوی علی منبر فقتلوه. این چیه؟ بله. قال رسول الله هر وقت امت دیدید معاویه رفت بالای منبر من بکشیدش، نذارید نفس بکشه. منابع را دقت کن. بله بفهم. میزان الاعتدال ترجمه شماره 5044 4149 2178 لسان المیزان جلد 2 صفحه 1037 و مجروحین جلد 1 صفحه 157 و 250 و جلد 2 صفحه 2 و 17 و الکامل ابن عدی جلد 2 صفحه 2216 و جلد 2 صفحه 569. دقت کنید حجم روایات رو، و 627 و جلد 5 صفحه 1844 و تاریخ خطیب بغدادی جلد 1 صفحه 259 و جلد 12 صفحه 181 یا 82 و 175 و 170 و بله 175 و 6. خب این اسناد حدیثیه که پیامبر گفته اگر معاویه رو بالای منبر من دیدید او رو بکشید. اینجا بحث شیعه هست. هیچ یکی از اینها شیعه نیست. شما علمای محترم نوشته اید این همه، اون هم مخها، میزان الاعتدال مال ذهبیه، مغز متفکره. بله شما حساب کنید که خطیب بغدادی چیزی کمی نیست، لسان المیزان اینها خریط های آقایان وهابیونه. اینها گفتن رسول خدا گفته معاویه کجا، منبر من کجا، دیدید بکشید. چه شد آقا؟ معاویه را کشتن یا سربازش و مزدورش شدن؟ آقا رضی الله عنه شد، خال المؤمنین شد و بله بسیار احترام بالایی هم پیدا کرد، با وجود اینکه در مبارزه با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب غدر کرد، عمار یاسر رو کشت، بعد از اون هجر ابن عدی را کشت، حالا بعد از اونها دوباره زیر قول ایزد با امام حسن با امام حسن مجتبی دوباره جنگی رو به وجود آورد، رفت در مدینه کوفه گفت آه من ریاست میخواستم، نه نماز نه روزه، شما نماز روزه رو دارید. همه اینها هم که بگی آخرشون رضی الله عنه میمونه. ببینیم فرهنگی که ایشون تزریق کرد. ببینید ابن ابی شیبه است، یعنی مصنفه، در صفحه 537 ظاهرا جلد 5. قال ابو سعید کان احدنا لان یهدا له الزبع المکونه یا المکونه، بله مکونه عبارت احتمال تصحیف شده، احب الیه من الدجاجه سمینه. اینقدر فرهنگ ما پس از شهادت پیغمبر اسلام خانه‌نشینی اهل بیت ترقی کرد، اگر یک جنازه چی میگم لاشه کفدار را به کسی هدیه میکردن، دجاجه چیه؟ مرغ. از مرغ بسیار بسیار چاق لذیذتر و چی؟ با ارزشتر بود. اینم شیعه نوشته؟ پناه بر خدا. این حلاله؟ البته تا الان هم به یک سری از این موارد تا الان عمل میکنن. این حالا بقیه رو گوش ببینید کجا میرسه. بله یکی از ماربولک خیلی بزرگی هست. بله اون بحثش افتضاح. اون خب جلد ببینید جلد 5 صفحه 545 این فتوای عمر ها خلیفه دو ان الله لا ينفع، یعنی نفع میدهد
بالذب فانه لطعام عامه الناس ولو كان عندي لطعمه من. خداوند به خیلی ها از طریق سوسمار نفعی رسانده، این اکثر مردم غذاشون اینه. البته اگر در آشپزخانه ما هم پیدا میشد قابل استفاده بود. ببینید این عبارت ابن ابی شیبه است در المصنف جلد پنجم صفحه 545 و در صفحه 543 نوشته کار این رأی خلیفه دوم به جای رسید. عبدالله ابن حسنه میگوید یک دیگ عظیمی پر از آبگوشت و سوسمار درست کرده بودیم، هر چه خبر آوردم بابا رسول خدا حرام کرده گوش نکردن، رسول خدا آمد دیگ و برداشت با تمام چیز ریخ زمین. چی میخوانیم؟ جریان چی بوده؟ تاریخ چی بوده؟ آقا اینها موجب چی میشه؟ اختلاف. آقا موجب آگاهی میشه. بعد خب حقیقتا آدم کسی رو آگاه بکنه نباید به اختلاف ناشی از اهانت، اختلاف ناشی جهله. از فحش، اختلاف جهله. ما تلاش ما این است که بفهمن اهل بیت رو حذف بکنن چی بوده اوزا. من یه سوال بپرسم آقا جان، یه سوال بپرسم خداییش، یعنی حقیقتا آدم اگر جاهل باشه جاهل ها بیشتر به اختلاف بیفتن با هم دیگه یا عالمان؟ خب یعنی این واقعا یک سوال خیلی آقا الناس اعداء ما جهلو. خدا خیرتون بده. حالا اگر کسی بیاد و شروع بکنه اطلاعات بده، آقا جان اطلاع داشته باشید که این به این صورت، این به این صورت، این به این صورت، اطلاع رسانی، اطلاع رسانی که بشه، چه اشکال وقتی دیگران متوجه بشن که آقا شرط به این صورت بوده، حالا که علم پیدا میکنن با اون علمشون لااقل متوجه بشن که مخالفت نکنن با حق. رسول خدا فرموده بشر دشمن چیزی هستن که نمیدونن. خب وقتی بدانن دیگه دشمنی میره کنار که این قاعده را چیکار کنیم دیگه. اون موقع دیگه اگه بخواد دشمنی بکنه اون دیگه بحثش عناد میشه. کسی هم که معاند هست و عناد میکنه، چه شما جهل داشته باشه چه جهل نداشته باشه، اون عناد رو انجام میده. امام حسین علیه السلام که برنامه تبلیغاتی مثل ما که نداشت، کشتن دیگه. چرا؟ چون جاهل بودن دیگه. تلاش ما این است از اهرم های معقول منطقی در مقابل شبکه های چی؟ وهابی ها، از اهل بیت اولا دفاع کنیم و لایه های پنهان تاریخ علمای محترم اهل سنت را هم به دنیا معرفی کنیم. اینه آقای محترم، اینه. خب عبارت بعدی جلد 6 صفحه 231 مروان نامه نوش به ادهی اتدرون لعل کل شیء حدثتکم لیس کما حدثتکم. هر چیزی که به شما گفته برای مردم درس گفته، سنت یاد داده، بعد یا وجدانش باعث شده بیدار بشه یا اشکال کرده. آقا چیه؟ نامه نوشته آنچه که من به شما به نام اسلام و به عنوان سنت پیغمبر به خورد شما امت دادم شاید اصلا ربطی به پیغمبر نداشته باشه. اسباب بازی بود دین. 13 طبق حساب بنده عمر ابن عبدالعزیز نامه نوشت به یکی از استاندارانش، سنت عمر را تدوین کنید به من بفرستید. این اعدل عدلای چی؟ بنی امیه. محور در اصل عمر بن عبدالعزیز آرا و سنت عمر بود، چون از سالم درخواست ارسال سنت عمر کرد و نه سنت رسول خدا را. کجاست این؟ جلد 7 مصنف ابن ابی شیبه صفحه 268. خب جلد 8 بله 14 بله. خب این یه آقای گفته، حالا مصنف ابن ابی شیبه در جلد 8 صفحه 355 نوشته وقتی سعد ابن جهان به سفینه گفت این بنی امیه یزعمون ان الخلافت فیهم. بله آقا بنی امیه طبق اون اصل اسرائیلی لا تجتمع الرسالت و الخلافت فی بیت واحد، ساختگی بود دیگه. بله. در یک قبیله رسالت و امامت با هم جمع نمیشه. بنی هاشم قبیله ایست، پیغمبر دارن، قاعده اینه اسرائیلیه، اگر در یک قبیله
یکی پیغمبر شده از طرف خدا، دیگر از اون قبیله امام نباید بشه، امامت از قبایل دیگر باشه، درست؟ بله. میگه ان بنی امیه یزعمون ان الخلافه فیهم قال کذب بنو الزرقا بل هم ملوک من شر الملوک و اول الملوک معاویه. این مال سفینه است، سفینه خادم رسول خدا بوده، خادم غلام رسول خدا، گفته اصلا چون این چیزی نیست، این خاندان منحوس اصلا وارث خلافت نیستن، از بدترین سلسله پادشاهان اولینشون هم کیه؟ معاویه است. شد آقای وهابی. خب 15 بله جلد 8 صفحه 579 خلیفه شراب نبیذ خواست در حالی که بالاخره زخمی شده بود. وقتی که خورد از محل زخمیش چی اومد بیرون؟ شراب. شراب، درست؟ این رو هزاران نفر نوشتن از علمای اهل سنت که آقا رسول خدا نبیذ را چه کار کرده بود؟ حرام کرده. کل مسکرن حرام. حرام. خب رفتن پیش جناب گفتن آقا شما خلیفه رسول خدا هستی؟ گفت من آخه فنشو بلدم. چیه؟ گفت من آب اضافه میکنم، رقیق میکنم. خب قالو یا خلیفت مثلا رسول الله، قال رسول الله ما کان کثیره مسکرن یکون قلیله حراما. آخه اینا چیکار کنیم؟ بح. پیغمبر فرموده چیزی که زیادش مسکر باشه کمش هم چیه؟ حرام میشه. حرام میشه. دل لزوما نباید مس بکنه تا اون حرام بودنش اعمال بشه. بله. در کمش هم اون حرمت بله وجود داره. خب 16 بله. خب خلیفه رسول خدا علی بن ابی طالب را قبول نکردن. جلد 8 صفحه 609 از ابن عساکر چه نوشته؟ قال رسول الله من دارم میبینم. آقای بزرگانای عزیز دقت کن به این عبارت. قال رسول الله، اهل سنت فرمودن در حد چی؟ متواتر یا مرز متواتر. نه مرز نه، فوق متواتر، چون من جمع کردم. بله. رسول خدا فرموده به محض مرگ من سر خلافت جنگ میشه و یکدیگر را خواهید کشت و به جایی کار خواهد رسید کعبه سوزانده شود. سوزاندن هم. بله. درست شد؟ ما گفتیم اینو، این تاریخ ابن عساکر. بله. نه جلد 8 صفحه 600 رو ابن عساکر گفتم. بله. ابن اینا که تا حالا بعد از عدد چندم 15 رو فرمود جلد 8 صفحه 579 اجازه بده اون ابن ابی شیبه باید باشه. اجازه بده 15 ابن ابی شیبه است، جلد 8 صفحه 579 ابن ابی شیبه. قبل از اون ابن ابی شیبه، ببینید از ماده‌ای که نقل می‌کنم، از اون قال ابو سعید کان احدنا لن یهدا له الزبع، از اونجا از 10 به بعد همه از مصنف ابن ابی شیبه است. بله. خب ببینید 16 چه اینم از ابن عساکر 16؟ بله. نه اینم از ابن ابی شیبه است. بله ابن ابی شیبه است. ایشون در جلد 8 صفحه 609 میگه رسول خدا فرموده، این که میگم فوق متواتره. بله. پس از من سر قدرت خلافت جنگ میشه و سر این قضیه ایده چی؟ کشته میشه و کارتان به جا خواهد رسید. بله. کعبه را چی؟ با آتش بکشید. با آتش بکشید. اون وقت صدها هزار کتاب اهل سنت مرقوم فرمودن علیکم فی کل فتنتین چی؟ علی. طرف چی برید؟ طرف علی. در هر فتنه علی را، که علی زنده هست، رها نکنید. چی شد؟ تنها کسی که اطرافش نرفتن کی بود؟ علی. خب اینم مال اهل سنت محترمه. بله. باشه اجازه بفرمایید تا به اینجا که رسید هم یه استراحت جناب عالی بفرمایید، هم بینندگان عزیز محترم یه تأملی بر مسائلی که تا الان در مورد اونها صحبت کردیم داشته باشن، هم اینکه یک میان برنامه رو با هم ببینیم. بینندگان عزیز ارجمند، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد دهان خودتون رو خوشبو کنید و به استقبال یک میان برنامه با هم بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هم ببینیم.
سقیفه کودتای پنج منظوره. اصل نخست وهابیون حراست از مقام صحابه است. اینک نگاهی داریم به مقام صحابه در نزد معاویه. یک، معاویه با علی علیه السلام جنگی و وهابیون از مقام علی علیه السلام دفاع نکردند و هنوز معاویه در نزد ایشان عادل است. دو، معاویه مثل عمار یاسر را کشت، اما وهابیون از عمار دفاع نکردند و هنوز معاویه عادل است. سه، معاویه حجر بن عدی صحابی جلیل القدر را کشت، اما وهابیون از حجر دفاع نکردند و هنوز معاویه عادل است. چهار، خالد بن ولی به امر ابوبکر صحابی جلیل القدری چون مالک بن نویره را کشت و به همسرش تجاوز کرد، اما وهابیون از مالک دفاع نکردند و هنوز خالد نزد ایشان عادل است. پنج، عمر بن خطاب با 30 مرد مسلح به خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هجوم برد، اما وهابیون از علی علیه السلام دفاع نکردند و هنوز عمر نزد ایشان عادل است. شش، معاویه با امام حسن علیه السلام جنگی، اما وهابیون از امام حسن علیه السلام دفاع نکردند و هنوز معاویه نزد ایشان عادل است. هفت، عمر بن سعد سر مبارک امام حسین علیه السلام و یاران ایشان را جدا کرد و وهابیون دفاعی نکردند و هنوز هم عمر سعد راوی موثق ایشان است. ممکن است وهابیون چنین پاسخ دهند: یک، یهودی بودن مخالف خلافت حضرت علی علیه السلام طبق نقل کنز الاموال خبر 14367. دو، یهودی بودن قاتل حضرت علی علیه السلام طبق نقل کنز الاموال خبر 36482. سه، یهودی بودن کودتاگران بر ضد خلافت علی علیه السلام طبق اعتراف بخاری خبر 45 4407 4066 7268. چهار، لباس یهودی یعنی تیلسان پوشی اصحاب مخالف علی علیه السلام طبق اعتراف حاکم. پنج، لباس یهودی و تیلسان پوشی هودج عایشه در سفر حج طبق نقل ابن عساکر. شش، حجت بودن تورات کتاب توارخ الایام باب 22 آیه 6 تا 10 برای عمر در نسب خلیفه در جلد 12 صفحه 81 کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. هفت، تکثیر تورات توسط زید بن ثابت. هشت، به اذان شستن یهود در مرگ احمد بن حنبل طبق نقل ابن عساکر. نو، یهودی شناختن ابو حنیفه از سوی ابن ابی شیبه بنابر نقل خطیب بغدادی نشان می‌دهد سران ما وهابیون کاری نبودند، چرا که با توجه به موارد بالا ابتکار عمل در دست یهود بوده است. باید تصریح کنیم اگر وهابیون چنین پاسخ گویند، باید بدانند این عذری است هزار برابر بدتر از اصل گناه و باید قرآن بخوانند. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، سوره احزاب آیه 11. ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، سوره نح آیه 106. خب بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که این میان برنامه که دیدید مورد توجه شما قرار بگیره. فقط لازم به ذکر هستش که تمامی میان برنامه هایی که میبینید حالا یا قسمتی از مواردی هستش که در جلساتی که داریم، در برنامه هایی که داریم توسط
کارشناس محترم آیت الله موسوی زنجانی بحث میشه و در مورد اونها صحبت میشه و بعضی از اونها مواردی هستش که به خاطر ضیق وقت در این برنامه فرصت نمی کنیم که اون مطالب رو خدمت شما ارائه بدیم و در این قالب خدمت شما بینندگان عزیز ارائه میشه، ولی که تماما مطالبی هستش که همونطور که دیدید با آدرس و سند مشخص و مستند شده که جزو تحقیقات و زحمت‌های خود آیت الله موسوی زنجانی هست. حاجا من تشکر میکنم حقیقتا زحمت‌های جناب‌عالی و تحقیقاتی که به این صورت مدون فرمودید و ما رو مستفیض میفرمایید. در خدمتون هستیم برای ادامه بحث. البته تیلسان با تای مؤلفه. خودی غلط املایی دوستانی که خب ببینید ماده چندم 17. بله. خب در صحیح بخاری خبر 45 4407 4606 7268 بله. و مسلم هم با مختصر تغییری در 3017 3018 3019 آورده. جمع اینها در کتب اهل سنت حدود 40 بار تکرار شده. بله. چیه موضوع؟ ببینید یک حادثه است، بخاری 4 بار آورده، معناش چیه؟ یعنی دیگه خیلی متواتر و خیلی معتبر هست. اونم در کل ببینید در 45 هم آورده، وسط هم آورده، در 7268 هم آورده. خود بخاری جزء صحاح هست، یعنی هر حدیثی داخلش هست، هر حدیثی داخلش هست بدون شک و بدون شبه مورد قبول آقایان اهل تسنن و وهابی هست. خب من نام نمیبرم تا اینکه حساسیت ایجاد بشه، مراجعه بشه. در این 4 قسمت بخاری با شماره های جدید دقیق دقیق چاپ اخیر، چاپ های اخیر، هیئتی از کفار، هیئتی از کفار دشمنان اسلام با ایشون صحبت میکنن سر آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینکم. مربوط به چی بود؟ مربوط به خلافت روز قدیر هستش. گفتن ما کفار، دشمن قرآن، بله، دشمن حتی شما خلیفه دوم، دشمن علی ابن ابی طالب و پیغمبر اسلام، از شما میخواهیم این آیه را ببره جای دیگه، قدیر خم نباشه. عمرم برد. بله، به منا برد فرمودید. بله. چرا؟ که شیعان احتجاج نکنه. خلیفه است، خلیفه مسلمین است، ناقل بخاریه، 4 بار تأکید کرده، مسلم 3 بار تأکید کرده، بیش از 40 کتاب دیگر گفتم آوردن. بله. دارالمنصور ذیل آیه آورده. چگونه هست؟ هم خلیفه پیغمبره، درسته؟ بله. هم مورد احترام قاطبه چی؟ امت اسلام باید بشه، غیر شیعه، درسته؟ بله. یک نفر از خودش نمیپرسه یک خلیفه در رأس هرم قدرت نشسته، هیئتی از کفار، بله، نمیگم کدام کفار، هیئتی از کفار، دشمنانی که قرآن اونها رو معرفی کرده، اینها میرن رأی خلیفه رو عوض میکنن. حالا خلیفه بر اونها حاکم بوده، اونها بر خلیفه. این هم همون کسایی که میرن جواب پیدا بکنن ببینن چه کسانی بودن این کفار، همون چه اشخاص این جواب رو بدن که ببینن کی زیر مجموعه کی بوده. در خبر 47 بخاری ابن ابی ملیکه میگه من 30 نفر از صحابه که در کجا بودن؟ ثقیفه. دیدم همه در وحشت بودن که ما مشمول سوره چی باشیم؟ منافقون، ما منافق باشیم. بله. چرا؟ رسول خدا فرموده سوره منافقون را بخوانید در رکعت دوم، جمعه را بخوانید سوره جمعه را، بله، در رکعت اول نماز جمعه. بله. چون نماز سوره جمعه خطر یهود دشمنان بیرونی را گوشزد میکنه و ازاره و تجارتن اوله و نفضلی ها، این هم خطر چی؟ منافقی صحنه صحابه را، صحابه که پیرامونن، یه بی ارزگیشون دیگه. بگه شما در نمازید ای پیغمبر و ترکو که قائما خطبه میخوانی، اونا میرن دنبال چی؟ تجارت و لهوه. اینو در نماز بخوان، نفرموده برو فلان آیه را بخوان، دنیا بفهمن. اون وقت رکعت دوم منافقون را، این منافقون را چرا تاکید داشته؟
ابن ابی ملیکه میگه من 30 نفر، نه اینکه در یه جلسه، در طول عمرم 30 نفر از اصحاب سقیفه را دیدم. بله همشون میترسیدم عنوانش چه باشه؟ جزء منافقون باشه. کنز الامار گفته عمرم تا آخر عمر احتمال میداد خودش باشه، هی میرفت احمد بن حنبل آورده به ام سلمه میگفت آیا به نظر شما من تحت این عنوان هستم یا نیستم؟ یکی از ام سلمه، یکی دیگه از یاران پیامبر، اسمشو من فراموش کردم، ابو دردا، چی میگفت من میترسم منافق باشم؟ نه عمر میپرسید ازش که آیا منم جزو این آیه هستم؟ آیا من جزو اون با... نه اون حذیفه بود. حذیفه بود، حذیفه را دیگه تهدید نکرد، گفت من هنوز نگرانم اون 12 نفر منافقی که پیغمبر را میخواستن بکشن، به من باید بگی شما که فهمیدی. بله منم اونجا هستم یا نه. اما خود اهل سنت نوشتن حذیفه از قرائنی که خودشون فهمیدن چه کسانی هستن رو لو دادن. بله در نماز فلانی شرکت، ها یادم رفته قبلا خوندیم، اینا رو نمیخونم چون به اعتباری که خوندیم قبلا من از تکرار بره. خوشم نمیاد چون مطالب زیاده. بله خدایش فوق مشخصه که واقعا زیاده. ببینید نوشتن علمای محترم اهل سنت یک نفر که میمرد سریعا عمر میره پیش حذیفه. بله. زیر نظر داشت ببینه آیا به این نماز میخوانه یا نه. اگر نماز نخوانه میفهمه، عمر میفهمید که حذیفه اونا چی میدونه؟ منافق میدونه، چون پیغمبر اسلام بهشون گفته بود که لیست منافقی رو داده بود. بله. خب این جریان چیه؟ آقای محترم آقای وهابی در ذیل خبر، ذیل خبر نه خود خبر، ذیل خبر 47 صحیح بخاری شما مرقوم فرموده اید، آقای ابن ابی ملیکه گفته 30 نفر شمرده که اصحاب سقیفه بودند، خودشون در صدد در چی معرض چی میدونستن خودشان را در معرض که مشمول آیات سوره منافقون باشن. خب این چه ربطی به شیعه داره؟ آگاه جمله جالبی داشتید، اطلاع رسانی آگاهی بخشی، هیچ جای عالم اطلاع رسانی در قالب عبارات منطقی محترمانه محکوم نیست، و اگر یک مذهبی مورد هجوم قرار بگیره، 1400 سال است اینطوری بوده، حالا آنتن‌هایی هست مال اهل بیت، منصوب به اهل بیت هست و مذهبیه، خب محترمانه اجازه بدید آرام آرام بخوانیم اینها رو دیگه، اونا فحش میدن که ما نمیدیم. بعد اگه یه مثال خیلی خیلی در سطح پایین بخوایم، در سطح دنیوی بخوایم بزنیم، میتونیم مثال گالیله رو بزنیم که میگفت زمین گرده و به دور خورشید میچرخه، حقیقت رو مطرح کرد، درسته که خودش کشته شد. گالیله رو میگی؟ بله درسته خودش کشته شد، ولی که حقیقت رو مشخص کرد. بعد از اون نسل‌های بعدی اومدن و بر صحت حرف او تایید گذاشتن، علامت تایید گذاشتن. این به این معنا نبود که او هم ساکت بنشینه و بگه خب آقا جون پس هر چه شما میگید. حقیقت که مشخص شد، اون موقع اون کسی که حقیقت نبود بالاخره خودش خود به خود به کنار رونده شد، به حاشیه رونده شد. این 19 بله. ببینید آقای وهابی درست صدای ما را میشنوی گوش کن، حدیث شماره 111 بخاریه، 3047 بخاریه، 6903 بخاریه، 6915 بخاریه. بله. دقت کنید یکی هم هست درست نمیتونم بخونم، عجله نوشته مرددم مربوط به اینی یا نه. همه این روایات فقط در بخاری اگر 4 بار 5 بار آمده اینو باید ضرب کرد به صدها. بله درست شد. درست. همه اینها نوشتن علی ابن ابی طالب فرموده پیش من 2 چیز دارم که دیگران ندارن، یکی تفسیر قرآنه، این بخاری سا. خب یکی که تفسیر قرآنه، چرا در کره زمین هر کس منصوب به پیغمبر اسلام از صحابه، بین همه اونها کمترین تفسیر از علی ابن ابی طالبه، 1/240 ابن عباس علیست، 1/40 عایشه علی ابن ابی طالبه، 1/93 تورات علی ابن ابی طالبه. چرا آخر؟ خب این اگر میخواستن امیرم علی ابن ابی طالب بیاد تفسیر بده که دیگه نمیرفتن سراغ تورات دیگه،
اینا چون نمیخواستن اصلا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جلوه بکنه اون علم باب علم پیامبر بودنشون و اون منبع علم جوشانی که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ما سراغ داریم تا جایی که خودشون میفهمونی قبل ان تفقدونی از من بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدهید که من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم، اینا نمیخواستن استفاده بکنن، چون اگر استفاده میکردن از این علم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کاملا مشخص میشد که راهی که دارن میرن راه خطا و اشتباهی است و تماما متوسل به اسرائیلیات و یهود هستن. خب به این روایت بنده چندم میشه؟ بیستم. بیستم بله. خبر 113 صحیح بخاریه. 113 بخاری. بله. ابو هریره میگه ما حدیث نمی نوشتیم. چرا؟ قبلا خوندیم دیگه. عمر میزد. میزد بله. بعد همین آقا در همین خبر نوشته پسر عمر می نوشت. چرا اونو نمیزد؟ حالا میگم ها، عجله نکن. در زمان خود عمر پسر عمر می نوشت؟ همین میگه من کسی بودم از همه بیشتر کنار پیغمبر بودم ولو به خاطر شکمم. بله درسته دیگه، خود الان میاریم. بله الان میاریم، اجازه بدید همینجا همین صفحه میاریم. به خاطر شکمم در خدمت چی بودم؟ پیغمبر اسلام. پیغمبر زیاد بودم. بله درسته. بله همین آدم میگه من نمیتونستم قال رسول الله بگم. بله اما پسر عمر مینوشت از من بیشتر روایت ده. اولا چرا پسر عمر بنویسه اشکال پیدا نکنه؟ من منبع پیدا کردم، اون این است که اینها میخواستن روایات خاصی که به نفعشونه بردارن. درسته، میخواستن کسی بنویسه که دقیقا زیر نظر خودشون باشه. آره پسر عمر هم قشنگ. عجله نکن، عجله نکن، این جمله رو اضافه کن. پسر عمر 2000 خورده ابن ابی شیبه و دیگران نقل کردن، اینا روایت هست یا نه؟ بله. چرا ممنون نیست؟ آقا اگر ببینید آدم میسوزه دیگه، باید تحمل کنیم، یعنی انسان به اعصابش باید مسلط بشه. بله. احمد ابن حنبل در مسند احمد ابن حنبل در باب عایشه، مسند عایشه 2342 تا اون دور یادمه. بله. فتوا روایت از روایت حدیث از عایشه نقل کرده. درست. چرا ممنون نبود؟ اصلا خودمون سوال کردیم، اجازه بدید یه توضیح بدیم. ممنون نیست چون اینا از خودشون. ای صاحبان وجدان در عالم که صدای ما را میشنوید، من یه طلبه شیعم، حق سوال دارم. بله. در طول مدتی که ابوبکر عمر بودن، بله، تا عمر بن عبدالعزیز دقیقاً اولین سال قرن دوم. بله. درست شد؟ خب شما از یک قرن شما 13 سال بردارید. 80 چقدر میشه؟ 83 سال. چرا 83 سال در عالم، در عالم اسلام احدی حق نداشت بگه چی؟ قال رسول الله. رسول الله. چطور شد عایشه 2300 تا 5000 هم پیدا کردن؟ حالا اونجا که من قطعا میتونم ثابت کنم. تا 5000 هم ثابت کردن. و عبدالله ابن عمر آنچه که در المصنف ابن ابی شیبه آورد اونم همین مقدار. چرا فرزندان دو خلیفه مفتی کل شدن قال رسول الله گفتن یه سیلی هم نخوردن؟ چرا سبیق عراقی گفت یا امیر المؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم ما معنا و زاریات؟ همینو که دید طوفان شد. بله شلاق عمر از شاخه های پرخار چیه نخل برید زد که ببین در تاریخ چه بلا بر سرش آوردن. باند پیچی کردن بنده خدا را، بردن آخر تبعید کردن. ابو موسی اشعری هم مدت ها نگه داشت، آخرش نمیدونم چی شد. گفته بود معنای وزاریات چیه؟ پسر عمر شده چی؟ مفتی اعظم، کاتب حدیث. بله. دختر ابوبکر شده چی؟ مفتیه عظما. پسر... چرا برای اینها ممنون نیست؟ پسر عمر همون کسی ازش که بلد نبود همسر خودشو چگونه طلاق بده و شده بود مفتی اعظم. ها یه جمله بگم واقعا اینم جای درد داره. بله این جمله که میگم این به نفع خلیفه دومه، اینو باید اعتراف کرد. هر جا عمر هر کس خدمت کرده باید بگه ایشون یک حرفی زد به مغیره. من آوردم توی همین صفحاته. بله. شاید هم صفحه اول همین جا باشه که گفت من حاضرم با دست. بله پیدا کردم. شاید
اگر نوشتم اگر او عالم بود چرا عمر گفت حاضرم او را دفن کنم اما خلیفه نشود؟ آدرس نیاوردم. بله. به ایشان گفتم به عمر این پسرت بشه نامزد چی بشه؟ خلیفه. بر از تو خلیفه بشه. گفت من حاضرم با دست خودم عبدالله را کفن بکنم اما نبینم ایشون چیه خلیفه. چرا؟ میدانست ارزه چی نداره. نه. این یکی از امتیازاتی است که عمر در طول تاریخ برای خودش این صفحه از پروندهش یه سفیده. بله. ما حرفی نداریم بلکه تاییدم میکنیم این نوکارها را. البته از بخواب احتمالش هم هست که مثلا میشه این احتمال رو هم داد که خب عمر شاید فکر میکرد که اگر این کار رو بکنه اون وقت تهمت حکومت سلطنتی و اینا بهش زده بشه. همه اینها هست دیگه، این احتمالات هست. بله. اهل محاسبه بوده دیگه، یک سیاستمدار بوده که قدرت را گرفته. برای که علی ای حال بازم عبدالله ابن عمر بازم در جایگاه خودش بوده. بله. یا در احترام و عزت. بله. خودش بوده، فقط حالا اون سختی خلیفه. بله. بودن رو دیگه حالا به دوش نکشیده. خب حالا ببینید این جواب این چیه، مطلب اول روشن شد؟ بله. که چه گفتیم؟ ابو هریره ها شکنجه شدن کتک خوردن احدی جرأت نکرد حتی 18 نفر از صحابه، قبلا گفتیم تکرار نمی کنم دیگه، اجمالا اشاره می کنم. وصیت کردن ما روایات پیغمبر را توی بقچه ای صندوق مامان بزرگ مخفی کردیم. مامان بزرگ من اضافه می کنم. بله مخفی کردیم. من می ترسم بمیرم دست مردم بیفته، حکومت بیفته، بفهمن که من حدیث پیغمبر را حفظ کردم. برای شما خانواده من نابود کنید. درست؟ بله. اما چرا دو پسر و دختر ابوبکر عمر شدن مفتی و مفتیه عظما؟ چرا این همه قال رسول الله از زبان این دو نفر؟ چرا؟ هی چرا؟ تا روز قیامت چرا؟ خب روایت بعدی 21. بله. 5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. پس 5 دقیقه پس اجازه بده جا به جا بریم جلو. چند آره اولویت. خبر شماره صحیح بخاری است 119 2407 2350 3648 7356. بله. در تمامی اینها ابو هریره میگه به خاطر چی؟ پر کردن شکمم حدیث کیسه ای برای مردم توضیح میکردم. خب چرا حدیث آسمانی علی بن ابی طالب قبول نکردید؟ یک آدمی که میگه من چون فقیر بودم در کنار پیغمبر بودم تا گرسنه نمانم. بله. و پیغمبر به من گفت که من گفتم یا رسول الله حدیث یاد بده، گفت یه پارچه بیار. پارچه آوردم دستشو گذاشت چی؟ وسط پارچه. بخاری نقل میکنه یک دفعه پارچه شد چی؟ علم. من بله. علم رو جمع کردم. اینو شما برو به آمازون، از اونجا بیا برو چی؟ جزایر فیلیپین. بله. 3000 تا جزایر اطراف اندونزی مالزی. خب من به جزایر خب مرور کردم، هیچ جای عالم این رو احدی نمیپذیره. من یه سوال بپرسم. اونم بخاری آورده. من یه سوال بپرسم. محل جمع کردن و تخزین یا جمع‌آوری علم کجاست؟ کیسه است یا عقله یا مغز؟ من نمیفهمم. توی کیسه مثلا نخوچی، کشمش، آجیل جمع میکنن، میبندن، بعدش مثلا میذارن به همیونشون. خب. علم رو که توی کیسه که جمع میکنن. آره یک دقیقه وقت داری؟ بله 3-4 دقیقه. ببینید همین بخاری. بله. توسط همین آقای ابو هریره خبر 120 دقیقه چاپ جدید همه دارن الان میگه احادیث را دو قسمت کردم. فاما احده ما فبثثه، یک بخشش رو تونستم بین مردم پخش کنم. و اما الاخر فلا بثثه قطع هذا البلعوم، اگر اون بخش دوم را منتشر میکردم حلقومم چی؟ قطع میشد. دقت کنید، اینو قبلا به مناسبتی خوندم، این مناسبت اون نیست که الان دارم میگم. بله بفهم. چرا اون بخشی که آزاد بودیشون پخش کرده مانع نبود؟ اون چی بود؟ اون مواردی بود حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج. عمر گفته بود که رسول خدا فرموده که عرض کردیم قبلا، رسول خدا فرموده بود جریان بنی اسرائیل را بخوانید تا بفهمید صحابه بر علیه هارون چی کودتا کردن، صحابه منم بر علیه علی چی کودتا میکنه. اینو میگفت. عمر گفت نه، منظورش این است که احادیث یهود را منتشر کنید. درست؟ بله. میگه احادیث را دو بخش کردم، یک بخشش را منتشر کردم اما بدانید اگر یکیشو بله
میگفتم حلقوم قطع میشد. اون کدوم بود؟ سوال روشن شد؟ بله. چرا این حدیث ها باعث قتل میشد؟ یا یه جور دیگه بگیم، چرا احادیث پیامبر، اگر پیامبر چند تا بود، یک پیامبر بیشتر نه، چرا باید برخی از احادیث پیامبر نقل میشد بعضی ها نقل نمیشد؟ احادیث پیغمبر نبود اون؟ همینو میخوام بگم. بله بله. همینو میخوام بگم. خب اینا یا دو حالت داره، یا یک پیامبری داشتید شما و به اون معتقد بودید که بالاخره ثبات نداشتید، حرفای دو پهلو بله. میزده، یا اینکه حدیث هایی که مشخص میکنید که به نام پیامبر بوده، نصف اونها بله. مربوط به پیامبر نبوده و نصفش مربوط به پیامبر. اصلا این چه حکومتیه میگه حدیث نگو کم اسلامی هم که هست؟ این یه سوالیه که باید جواب بدم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون و متشکرم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. حقیقتاً زمان خیلی خیلی سریع میگذره. امیدوارم که فردا شب هم منتظر ما باشید تا به خونه های شما بیاییم. موفق و پیروز و سربلند باشید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار. سرور بی سر بروم، وای اگر از حرمش بی سر و پا برگردم، کفن و چادر و انگشتر سوغاتم چیست؟ بگذارید که با شرم و حیا برگردم. از خدا آمدم تا به خدا برگردم، از چرا از سفر چرم و بلا برگردم، از چرا سفر کرد و بلا برگردم. میروم پشت سرم آب نریزه ای مادر، وطن مادریان جاز چرا برگردم، وطن مادریان جاز چرا تنها مادریان جاست چرا برگردم.